که کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، و 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 قبره فی قلوب من والا. در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک جميعا و رحمت الله و برکاته. و عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم از سرزمین مقدس کربلا با برنامه سلطان کربلا. امیدواریم انشاءالله زیارت های شما مقبول درگاه خدای متعال جلت عظمتو قرار گرفته باشه انشاءالله. و زوار سید الشهدا سلام الله علی بدانن که خدای متعال چقدر در حق اونها تفضل می فرماید. زائر پس از این که باز می‌گردد، فرشته از طرف خدا به او سلام می‌رساند، سلام خدا رو به او می‌رساند و می‌گوید آمرزیده شدی، عمل از سر گیر. روایات در این باب بسیار، از گناهان شسته میشه زائر، پاک میشه. تعابیری چون روزی که از مادر متولد شده. انشاءالله سعی کنیم این فیض عظیم و بزرگ رو نگه داریم و از این برکت بزرگی که خدای متعال جلت عظمته نصیبمون کرده انشاءالله بهره بگیریم و اون رو حفظ کنیم. این گونه نشه که خدای نکرده میریم سر زندگی و کار و کسب و کار، باز خدای نکرده اشتباهات گذشته. نه، اون کسی که زائر حسین است حرمت داره نزد خدای متعال، اونقدر حرمت او بالاست که منظار زائرنا که منظارنا، کسی که میره به دیدار و زیارت زائر امام حسین علیه السلام مانند کسی است که امام حسین علیه السلام رو زیارت کرده. زیارت کننده زائر مانند زیارت کننده همون امام سلام الله علیه هست. لذا این حرمت رو حفظ کنه و او که به عشق امام حسین آمده و اینجا عرض ادب کرده این مشقت را، و در بازگشت اکثر اونهایی که آمدن در همین ایام شلوغی بازگشتن و چقدر در بازگشت اذیت شدن طول مسیر و طول راه رو، و خلاصه این که انشاءالله این
توفیق عظیم رو حفظ کنن، همچنان زائر بمانن انشاءالله تا سال دیگه، نه سال دیگه، زودتر انشاءالله باز خدا قسمت اونها کنه، اما با معنویت بیشتر، با معرفت بیشتر انشاءالله بازگردن و مراقبت داشته باشن، محافظت داشته باشن، سر کسب و کار میره که اشتباهاتی داشته اونها رو کنار بگذاره. او دیگه زائر امام حسین، اومده در محضر امام سلام الله علیه، و انشاءالله اون اعتقادات و باورش قوی تر شده، قوی بوده است، قوی تر شده انشاءالله. پس باید اون عقیده و اون عرض میشه که محبتش به امام حسین، که محبت حقیقی انسان رو در مسیر محبوب قرار میده، این خیلی مهمه. او که آمده در این فضا و زیارت کرده و مضامین زیارت اربعین رو که دنیای از معارف است اونها رو خوانده، او باید بداند که محب حقیقی کسی است که پیرو محبوب خودش باشه. او که برای زیارت امامش سختی کشیده، رنج کشیده، گرسنگی، تشنگی، و به این فیض عظیم نائل آمده، حال که باز میگرده باید که همچنان معنویت و روحانیت در وجود او باشه. آیا او میداند که به برکت امام حسین خدای متعال چه بسیار گناهان او را آمرزیده، که اگر این گناهان میخواست با او باشه و آمرزیده نشه، هم دنیای او را به مخاطره میانداخت، هم برزخ و هم قیامت او را، اگر پرده ها میرفت کنار. در روایات که اگر میدانه زائر که خدای متعال در حق او چه میکنه، از شوق جان میداد، میدید ای وای آتش فشانهایی از گناه و معصیت برای او انباشته شده، چه خوب انسان درنگی کنه از آداب امام حسین. این بود که اینجا در محضر حجت خدا آقا رو وسیله قرار بده و از خدای متعال طلب عفو و بخشش کنه. نیز حال که باز میگرده، هر روز رو وقتی بگذاره و یک محاسبه نفسی داشته باشه و حفظ کنه این سرمایه های عظیمی که خدای متعال به او عنایت فرموده، دقت داشته باشه و بدون به زیارت امامی رفته که با دشمنانش چگونه برخورد کرد، به دست مبارکش به کسی که به برای کشتن او آمده آب نوشانید و نشه او وضعش خوب و حسابها پر از پول و همسایه او گرسنه است، نه این خلاف معرفت. محب واقعی امام حسین باید در عمل اقتدای به حسین سلام الله علیه کنه، رسیدگی به بینوایان، به گرفتاران. مبادا او سیر بخوابد و همسایه گرسنه، مبادا او هیچ مشکلی از مسائل دنیوی و مال و اینها نداشته باشه، اما بستگان و فامیل‌های او سالها مثلا در انتظار جهیزیه دختر باشند و عرض میشه او هم بی تفاوت، نه، این بر ضد منش حسین است سلام الله علیه. این زیارت وقتی که هی تأکید میشه در روایات با معرفت، با شناخت حرمت، با شناخت ولایت اون عزیز، وقتی که من واقعا معتقد به یک چنین حجت خدایی شدم، امامی که تا آخرین لحظات اهتمام به امور مسلمین داره، اهتمام به نجات بخشی افراد داره، این گونه منش باید باشه در مقابل مخالف، در مقابل حتی دشمن، چه منشی رو باید من اتخاذ کنم؟ و جنگ و حرب اون دیگه آخرین به اصطلاح گزینه خواهد بود در منش اهل بیت، در منش اسلام واقعی. هدایتگری حرف اول رو میزنه، چه بسیاری از انسان‌ها در غفلتن، در جهلن، نمیدانن، باید آگاه بشن. و این مسئله بود که همه انبیای الهی و نیز امامان معصوم و حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در این باب بسیار کوشیدن. پس نشه که او زائر آمده و قبل از زیارت با جماعتی قهر بوده و کنکاشی داشته
داشته و اینها عرض میشه که الانم همون نه نگوید من زائرم و اونها وظیفه شونه بیان به دیدن من، نه اونهایی که باش کم و زیادی داشته خودش زنگ بزنه آه جای شما خیلی خالی بود، اون خانم بزنه به اون فامیلش اگر خواهر حالا هر فامیلی که هست مثلا و از او فاصله گرفته بوده و میداند او از این دلش پره و نیامده به زیارت، زنگی بزنه حالی پرسه چقدر جاتون خالی بود، دعاتون کردیم و انشاءالله قسمتتون بشه سال دیگه و کی منزل تشریف دارید من بیام به خدمت شما. این اخلاق حسینی است و این زیارت برای احیا کردن شعائر خداست، احکام خدا. هرچه انسان مطالعه کنه و معرفت و نورانیتش رو به حسین سلام الله علیه بالاتر ببره، غوغایی خواهد بود، غوغایی خواهد بود واقعا. پس بنابراین زوار حضرت سید الشهدا سلام الله علیه نشه که اینجا بودن، امام حسین همیشه در قلب اونها، در جان اونها توجه دائمی داشتن، نشه خدای نکرده زبونم لا رفت به سر کار و مغازه و به کاشانه برگشت و دیگه امام حسینی رو نمیشناسه، ولی اعوذ بالله، خدا نکنه چنین باشه. پس دقت داشته باشه در کسبش حسینی باشه، معاملش حسینی باشه، برخوردش حسینی باشه، در معاشرت، در رفتار، در عرض میشه ارباب رجوع. خلاصه این باید همچنانی که خدا گناهان او رو شسته و دور ریخته، او هم اخلاق ناپسندش رو دیگه کنار بگذاره. او که آمده در زیارت گفته که آقا من شهادت میدهم شدا شما صدای من رو میشنوی، آقا من شهادت میدهم شما من رو میبینی. این نیست که فقط اینجا در این حریم او رو ببیند، نه خیر، در بازگشت هم او رو میبینه، در خانه و کاشانه هم او رو میبینه، در مغازه و کسب و کار هم او رو میبینه. پس دقت داشته باشیم انشاءالله حسینی بمانیم و از خدا بخواهیم یاریمون کنه. اون وقت واقعا اجتماع چه اجتماعی خواهد شد، خانواده چه خانواده ای. او آمد دید اینجا دوستان سید الشهدا، بسیاری از کسانی که میان در مواکب، بسیاری از کسانی که بانی خیر این پذیرایی عظیم بودند که بزرگترین معجزه است واقعا، بسیاری از اینها بی بضاعتن، حتی در زندگیشون نسبت به تهیه یک غذای متعارف هم مشکل دارن. اما ببینید چه عشق و محبت چه میکنه. سلام و درود خدا به تمام عشاق الحسین سلام الله علیه. او نسبت به زائر امام حسین علیه السلام ببین از حسیش داره مایه میگذاره. چه بسیاری در همین زائرانی که آمدن با قرض و با دین و اینها آمدن به محضر امام حسین، اون زائر متمول و پولدار اگر فهمید او زائر قرض کرده، بی سر صدا بدون اینکه کسی بفهمه، نه اینکه عالم و آدم رو خبردار کنه که من به ایشان کمک کردم و من این زائر رو پولش رو دادم، ابدا این منش حسین نبود. سید الشهدا وقتی که میخواست عنایتی کند، گاهی سر مبارک رو از لای در هم نمی آمد، نمی آورد بیرون امام که شخص ببینه و شرمنده بشه. که در احوالات معصومین است که بنویس حاجتت رو و بده، که اون چهره و روش رو نزنه به محضر امام که او نور الله، افتخار انسان تضرع کنه، زاری کنه در محضر امام، التماس کنه، گدایی کنه. اما خلیفت الله این گونه برخورد میکنه که درسی باشه برای بشر، انسان محترم، انسان عزیز، انسان بسیار جایگاه بلندی داره نزد خدای متعال. نباید حرمت انسان شکسته بشه. فقیر نداره، روزگار او رو به این روز انداخته، او که گناهی نداره، عموما تلاششون رو میکنن، زحمت رو میکشن. حالا از هزار تا اگر یکی دارا باشه و مرض
گدایی کردن داشته باشه، اما عموما این چنین نیست و این عصر و زبان. پس بی تفاوت نباشه، یاد بگیره از دوستان سید و شها چگونه اهتمام می‌ورزیدن. او در تمام عمرش بگه یا حسین از خدا بخواه که من توفیق بده تا زنده هستم حسینی باشم، کوتاهی نکنه. بی بضاعتی رو میبینه، گرفتاری رو میبینه، با رغبت، با شوق، نه اینکه خدایی نکرده بخواد کمکی کنه و با این کمک کردن جانش هم بخواد از تن در بیاد، که البته تهذیب لازم داره و تربیت نفس میخواد. اما عشاق الحسین، زوار امام حسین، راه 100 ساله رو در این چند روزه پیمودن و خودشون بهتر میدونن که در جانشون چه خبره، چه غوغایی است. بسیاری از اونها میرسن، ای کاش بازم مونده بودیم، ای کاش ساعتهایی رو درنگ میکردیم. نمیفهمه چشه، نمیفهمه چه خبری، چه غوغایی است. این اثر نگاه عزیز زهرا سالار شهیدان به زوارشه. اونها متوجه نشدن ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه داره اونها رو نگاه میکنه، اما جان اون چشم دل میبینه، فلزا متحول میشه، غوغایی میشه. تو یه مدتی که حالا مراقبت هم هست، زائرا اصلا گویی توی عالم دیگه، نام کربلا میاد اشک میریزن، نام حسین میاد اشک میریزه، میگه جانم به قربانت یا ابا عبدالله، چه کردی با قلب من؟ کسانی که میرن به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه حس میکنن، و کسانی که به دیدار زوار اون عزیز میرن حس میکنن واقعا این رو. پس بدونیم گوهر عظیمی به ما داده شده و این گوهر رو حفظ کنیم. مال و منال دنیا هم عموما میماند برای براست، و تا خودش هست اول خانواده خودش، فرزندش گرفتار بی بضاعت پدر، بی توجه این گونه نباشه، فرزند اوست، عزیز اوست. بستگان هم همچنین، فرزندان مؤمنین و مؤمنات هم همینن، از نگاه دین اونها برادران او هستن. بی تفاوت نباشه، تصمیم بگیره اصلا بگه دائما خدایا یکی از برنامه هام این است که تا زنده هم نسبت به گرفتاران بی تفاوت نباشم. این که وظیفه من نیست، وظیفه این و آن است و فلان، نه این غلطه. این چنین آموزه ای ما در دین نداریم. هر فرد، فرد مسلمان وظیفه داره در حد توانش و گاهی فوق توانش در موارد ضروری اقدام کنه، و اگر چنین بود این همه گرفتار، این همه کسانی که محتاج باشن، در اذیت باشن، نسبت به کمترین معیشت زندگی مشکل داشته باشن. پس واقعا حسینی باشیم و حسینی بمانیم. این درس از حسین است و این آداب و این زیارت ها هشدار دهنده است، آگاه کننده است. امیدواریم خدای متعال به حق و حرمت امام حسین سلام الله علیه به همه ما توفیق بده انشاءالله این گوهر عظیم زیارت رو داشته باشیم و باز هم توفیق زیارت پیدا کنیم انشاءالله. حسرت و آه و فغان از سوز داغت یا حسین، گریه انس و ملک در سوگ یادت یا حسین. قدسیان بر سر زنند دائم ز سوز العطش، از دو لبهای کبودت تا قیامت یا حسین. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.